حالا من یه نکته رو برای شما بگم. یه بار هنرمندا رو بعد بچه‌ای که کار سینما و اینا می‌کنن داشتن می‌بردن مکه. گفتن که دوست با پول خودمون هم می‌رفتیم، کسی نه پول بیت المال اینا نبود. ما وقتی که رفتیم اونجا تو جده که بودیم، گفتن محرمتون، به اون خانم گفتن محرمتون. یکی از بازیگرای دیگر اون تو نوشته بودن که به عنوان محرمش اومد. گفتن که کسانی که همه خانم‌هایی که زیر 40 سال هستن وقتی می‌خوان برن مکه، اینا باید محرم داشته باشن. من ملیکا، دختر من، دختر کوچیک من با من بود، یعنی اون محرم نمیخواست. ولی بقیه ماها که بقیه آدم‌هایی که اونجا بودن احتیاج به محرم داشتن، هر کدوم از بچه‌ها رو توی پاسپورتشون به نام یکی زده بودن به عنوان محرم که بتونیم وارد بشیم، یعنی محرم کرده بودن. سیره خانم روز رضوی هم آقای پورنگ خانومشون شده بودن خانم الهام حمیدی، آقای حسام نواصفی خانومشون شده بودن فریبا کوسری، خانم کوسری، و هر کدوم از بچه‌ها. مال منم زده بودن خانم رضوی. خب این عادی بود برای ما بودن که یکی بچه‌ها شیطنت که اونجا این کارو میکنن، و معمولا 20 نفر رو اونجا این صیغه نامه رو می‌نویسن و حل تموم میشه اومده چند روز. یعنی اینکه بلافاصله یک روزنامه در تهران شیطنت میکنه، تیتر میزنه ازدواج فلانی با فلانی و ماه عسل در مکه. چرا اینقدر نقش مرد دوزنه؟ این سواله بجایی. یعنی فیلم نامه رو میخونن میگن این دوتا زن داره، زنگ بزنی شریفی نیاد. خودت هم دوست داری؟ بله، بسیار دوست. بله؟ بله. یه فیلمی چمخوشی به من پیشنهاد کردن که یه کسی بود توش، آدم مذهبی بود و یه دزدی رفته بود خونهشون. بعد اینکه داره میشنوه داره دزدی میخواد بکنه، میشنوه که اون داره با تلفن دو زن دومش حرف میزنه و این میگه چرا دزدی کنم، میره و فردا زنگ میزنه به طرف میگه ببین مایه رو دادی دادی، ندادی بیان میکنیم. خلاصه این قصه بود. من رو فیلمنامه خود حرف داشتم، گفتم این فیلمنامه خوب نیست، دو هفته بشینیم رو فیلمنامه کار کنیم. هستم. گفتم وقت نداریم، باید اینو بگیریم آ فلان. گفتم من نیستم، اگه میخواین کار کنیم کار کنیم، ولی غیر از من اونو بازی کنه کسی نمیفروشه. گفتم غیر از من دیدم که میگم آقای. ولی اون فیلم ساخته شد و واقعا نفروخت در کمال. من که نمیرم ببینم غیر از تو کسی دوزنه بازی کنه، من نمیرم. ولی خدایی، ولی من اینو اختصاصی میگم، به کسی دیگه غیر از من میاد دوتا سکدن؟ آقا به شما میدن زن دوتا؟ نه تا سیف هم بزن، کچوارم بپوش، موارم اونجوری کن. تا ستاش هم بهت میاد. تا ستا هم میاد. موضوع برنامه ما شایع است. آخ آخ. و خب خیلی شایعه، پیرامونت هست، همیشه بوده. امشب هم منو دستگیر کرده نشونده اینجا. بله. وگرنه من با کتونی نمی اومدم، اینو مطمئن باشید. آره قرار نبود امشب ضبط کنیم، قرار بود گپ بزنیم، ولی گفتم لطفاً چون مردم تشریف بودن. خودش کچلوار پوشید؟ آره من... لباس سفید پوشید، هیچ وقت نمی پوشه، یک کاپشن بدی بود همیشه می پوشید. اونو امشب نپوشیده. اون کاپشنه بود، نمیدونم شما دیدی یا ندیدین، که دقیقه به دقیقه اینجوریش میکرد، جمعش میکرد، اینجوری میورد بالا. کاپشنه خیلی زشت و ازش هم سری دوزیگه، نمیدونم از ترکیه رفت خریده بود، 40 تا ازش خریده بود تا 40 شب، رنگ و رنگ میورد میپوشید. بعد امشب نگاه کن، ما اومدیم چیزی، ما همینجوری از سر کار بلنشیم، کلا رو گذاشتیم بلنشیم اومدیم اینجا. یهو دیدمش اولش یه جور دیگه بودا، تا گفتیم آقا بزنیم یه شب دیگه حالا صحبت میکنیم، حالا اومدیم یه سر بزنیم ببینیم چه خبر شروع شده. اینو یه هایی دارم اینجوری شکنم، ای نامرد این چه وضعش آقا، من بیام کجا؟ ما دیده نمیشیم اینجوری که هرچی دلش خواست گفت. به خدا تیپ آقا، ما گفتیم تیپ باید درست شد، چکار کنم؟ خب من باز تکرار میکنم، گذاشتم هرچی دلش میخواد بگم.
هر کاری دوست داره بکن. ببین پایین و بالای منم گفت راجب کاپشن، راجب فلان. نمی اون جمله اولو نمیگی دیگه.